هم نصف جمهوری اسلامی هم نصف, هم نصف اسلامی هم نصف جمهوری نیروهای چپ هستن خود نیروهای چپ چند طیف متعددی رو تشکیل میدن نیروهای چپی هستند که خب تحولات رو طوری میبینن که باید فردا حتما این نظام مثلا به سوسیالیزم برسه نیروهای چپی هستن که فکر میکنن که خب این مرحله برای این جامعه یکم زوده ولی زمینه هاشو باید فراهم کرد نیروهای هستن که به هر حال فقط در حوزه حقوق بشر دفاع میکنن نیروهایی هستن که نیروهای ملیت ها هستن و در مناطق محدودی عمدتا نه الزاما الزامن در همه شعون ولی عمدتا برای یک سری خواسته ملی که ممکنه خواسته مثلا فلان منطقه یا فلان بخش نواشی اتفاق میکنن بله مسئلت میخوام این موضوع شاید بسیار وسیع وسیعی در این موضوع میتونیم به یک برنامه خاص رو در این مورد داریم ولی ما بعد میگیم به تاریخ حزب دموکرات کردستان معذرت میخوام از این موضوع بعد میگیم بعد از انقلاب و دوران دوران ره. چون در اینجا مجبوریم به نقش رهبری و بدنی حزب اشاره بکنیم چون اگر ما به تاریخ کشورهای دیگر نظری داشته باشیم و به عنوان یک تجربه از آنها استفاده ببریم شاید مثلا اگر تاریخ هندوستان رو ما مطالعه بکنیم شاید بدون گاندی کشور یک میلیاردی شاید بدون گاندی یک بسیار اظهار نظر ما دچار تضعیف بشه چون واقعا نقطه نظر بسیار مثبتی در تاریخ هند رو ایفا کرده در آمریکا همچنین کسانی هستند که واقعا تاثیرگذار بودن بر روند تاریخ تا همین سری ما به نقش رهبری حزب دموکرات کردستان ایران و رابطه بدن اشاره بکنیم ما در بعد از انقلاب 57 بدون شک از همون شارهایی که از دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان تا به حال در این حزب به عنوان استراتژیک به میان اومده شاید این موضوع رو مدیون مرحوم دکتر قاسملو باشیم شما نقش رهبری حزب و رابطه بدن رو در حزب دموکرات کردستان ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بله اینکه افراد به هر حال نقش معینی در هر جایی که باشند در هر سطحی که باشند و در هر جایگاهی که قرار میگیرند دارند اینکه شکی نیست تا اون جایی که حداقل به تاریخ معاصر حزب دموکرات کردستان ایران برمیگرده خب وجود شخصیتی مثل دکتر قاسم لو بدون شک نکته برجسته ای در تاریخ و حیات این حزب که از جنبه های مختلف میشه بهش اشاره کرد هم به لحاظ نقشی که در شناسایی حقوق ملی داشت چه در سطح ایران و چه در سطح بین المللی و مسئله کرد رو به هر حال به نوعی شناسوند به یعنی از یک مسئله منطقی فراتر رفت و به یک مسئله سیاسی مشخصی در جامعه ایران تبدیل کرد و هم به لحاظ نگاهی که داشت به نسبت تحلیل اوضاع سیاسی روابط گسترده ای که داشت با محافل سیاسی اروپا و همچنین تأثیری که در تربیت اون کادرها و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران به جایی گذاشت و این البته خب اون هم مثل هر فردی جای زل خطا بوده و ممکنه برحال از زوایایی امروز ما بشینیم نقدی داشته باشیم اونا به جای خود ولی واقعیت اینه که نقش دکتر قاسم دو بدون اقراق نقش تعیین کننده ای در برخی مقاطع حیات حزب دموکرات کردستان ایران بوده اتفاقا ما چون از سابقه حزب دموکرات کردستان ایران صحبت کردیم نوع نگاه خود زنده دکتر قاسم لو به مسائل سیاسی خودش یک تجربه خاصی بود من یادم میاد که خب در زمانی که هنوز دنیا به قول معروف دو قطبی بود به هر حال نیروهای چپ یا عمده نیروهای چپ متأثر از این شرایط بودن و نگاه کمتر انتقادی به اون بلوک شرق داشتن و یا حتی بعضی هاشون هم که اصلا چشم بسته خیلی از مسائلی که اونجا مطرح می شد رو می پذیرفتند دکتر قاسملو هم نظری داشت که بعدها تو اون بحث کوتاهی در مورد سوسیالیزم خودش نشون داد در مقطع کنگره هشتم و به بعد و سر اون وای میساد و یعنی میخوام بگم تحت تاثیر اون فضا و جو قرار نگرفت یا به عبارت دید انتقادی داشت و به جای نقاط ضعف انتقادی آلترناتیو هم براش قرار میداد میداد ولی میخواستم منظورم از این نکته این بود که چون جو در در حال حزب دموکرات کردستان ایران همواره هم با چپها رابطه و نزدیکی بیشتری داشته تا نسبت به گروه بندی های سیاسی دیگه ولی چون به حال تو چپ این فضای شوروی سابق و اون بلوک شرق سنگینی میکرد خب دکتر قاسم لو این نگاه انتقادیش رو حفظ کرد یعنی تحت تاثیر این از عقایدش دست نکشید و همواره مطرح میکرد گرچه در خیلی مقاطع به زررشونم هم بود به تبلیغاتی و خیلی ها تبلیغ میکردن و برحال زیر فشار بود منظورم اینه نه. یعنی اگه بخوام ترجمه بکنم اون نگاه رو به امروز که امروز دیگه ما با دنیا دو قطبی سر نداریم بیشتر قربه که ابتکار و عمل و در خیلی از زمینه ها به دست گرفته مثلا ایشون به نظر من همون نگاه انتقادی رو که به قرب داشت امروز حفظ می کرد یعنی تحت تاثیر این جف که خب امروز بالاخره آلترناتیو این دنیا اینه به هر حال به نظر من از عقاید و انتقاداتی که داشت کوتاه نمی اومد ولی به هر حال این یه پیش بینیه چون نیستن آدم نمیتونه قضاوت بکنه ولی تا اونجایی که به سوال شما برمیگرده به واقعیتیه یعنی وجود ایشون و لحاظ هم نوع نگاهی که داشت به مسائل قدرت تحلیلی که داشت اطلاعاتی که داشت روابط گسترده ای که داشت اون رو به حق به یکی از شخصیت های سیاسی نه تنها کردستان نه تنها ایران بلکه حتی خاورمیانه تبدیل کرده بود و این رو در بعدش بعد از ترورش در عکس ها در مصاحبه ها در واکنش دیگر جریانات و افراد سیاسی چه در سطح ایران چه در سطح خاورمیانه و چه حتی چه در سطح اروپا دیدیم بله. ما تقریبا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم ولی ما در عنوان آخرین سوال ما میرسیم به مقطع معاصری که ما در اون قرار داریم و خصوص به نقطه ای که ما در کنگره های در کنگره سیزده تغییر شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری به ایرانی دموکراتیک و فدرال شما این رو چگونه ارزیابی میکنید آیا این موضوع این شعار شایسته و در برگیرنده همه آمال و آرزوهای ملت کرد در این مقطع زمانی هست یا خیر؟ خب اینجا ما وارد یک بحث نظری میشیم که شاید جاش امشب اینجا نیست اون هم حال بحثیه که در مورد های مختلفی که برای پاسخ گفتن به این معضل که علاوهش میگیم مسئله ملیت ها در ایران برمیگرده که خب هم وقتی کافی میخواد و هم شاید در حوصله این بحث امشب ما و بینندگان ما نباشه من دو سه نکته خیلی خلاصوار میگم یکی این که نفس مسئله یکیه ببینید شما برای این که حقوقی رو که براش مبارزه بکنید باید براش برنامه داشته باشید این برنامه باید توسط دیگران برای اینکه اجرا بشه و یافتنی بشه پذیرفته بشه یا حداقل قالب اون کسانی که به هر حال نقش دستی دارن در اون تحولات یا در اون جامعه یا در اون حاکمیت این مسئله ملی از جانب خیلی از نیروهای سیاسی در ایران پذیرفته شده است یعنی اینکه به هر حال ما با ای به عنوان یا به اسم ستم ملی در ایران مواجهیم و این یه مسئله با حذف این مسئله نمیشه مسئله با حذف صورت مسئله نمیشه مسئله رو منتفی کرد و, یا حل کرد یه واقعیتی هر نیروی سیاسی در ایران که فکر میکنه به آینده ایران موظف به این مسئله به نوعی پاسخ بده پاسخی که حزب دموکرات در و یا جنبش ملی دموکراتیک کردستان ایران در تمامیت خودش بعد از انقلاب ارائه کرد دموکراسی برای ایران خود مختاری برای کردستان بود با اون مختصاتی که عرض کردیم یعنی اینکه بدون یک جامعه دموکراتیک بدون یک حاکمیت دموکراتیک در ایران این مسئله حل نخواهد شد یعنی ملیت ها به حقوق دموکراتیک خودشون دست پیدا نمی کنند فدرالیزم هم به به همین جواب میده منطقه تفاوت هایی که هست ارز کردم اینجا وارد بحث نظریش نمیشیم خود مختاری برای یک منطقه شما مد نظر دارید ولی فدرالیزم شما با دیگران میخواید بکنید خب این به طریق اولا سرنوشت کردستان ایران رو به سرنوشت جامعه ایران گره میزنه و این احساس مسئولیت بیشتری رو به دنبال داره یعنی اگه شما قبلا خواست خودمختاری رو فقط برای منطقه خودتون میخواستید الان این خواست فدرال با دیگران معنی پیدا میکنه چون اصلا سیستم فدرال یعنی این سیستم فدرال برای یک منطقه نیست برای چند منطقه است در نتیجه با دیگران باید این مسئله رو حل بکنید دیگرانی که به مسئله ملی اعتقاد نداشته باشند و براش مبارزه نکنند و نیروی دموکراسی واقعی نباشند نمیتونن به این خواست به پیوندن. و در نتیجه از این نظره که میگم نفس قضیه فرقی نمیکنه در هر صورت نیرویی که این شعار رو مطرح میکنه موظف مجبور ناچار که با دیگر نیروهای دموکراتیک دموکراتیک به مفهم عامش برای این مسئله مبارزه بکنه نزدیک بشه بله دوستان اشاره کردن که به آخر برنامه رسیدیم ولی من یک دقیقه با اجازه شون از ازشون از وقت میخوام و اگر شما در آخر بس در این موضوع پیامی سخنی برای اتمام این برنامه دارید بفرمایید همونطور که گفتین خب بحثیه که بحثه تاریخی معمولا به فرصت و زمان بیشتری نیاز داره تا اون حدی که خب اشاره شد و میدوارم اه نکاتی رو گفته باشیم ولی خب نکات ناگفته هم زیاد بود امیدواریم در فرصتهای دیگه من همین دوباره به مناسبت 66 و من سالگرد تشکیل حزب دموکرات کردستان ایران به دوستان و یاران خودم در این حزب تبریک میگم و امیدوارم که همچنان در راه آرمان که این 66 سال پرچمدارش بودن مستقل مثل همیشه و محکم پیش برهند. خیلی ممنون ممنون از شرکتتون در این برنامه بله بینندگان عزیز به آخر برنامه امشب رویدادها و نظرها و برنامه ویژه آن در خصوص 66 و و مین سالگرد تاسیس حزب دموکرات کردستان ایران رسیدیم دوستان عزیز تا برنامه دیگر از سری برنامه, های برنامه های رویدادها و نظرها شب خوش و خدا نگهدار